رئیس کمیسیون بین المللی تحقیق برای سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد که هم دولت سوریه و هم مخالفان مسلح ممکن است به سلاح‌های شیمیایی دسترسی داشته باشند. در گزارش این کمیسیون همچنین آمده است تا کنون هیچ شواهد قانع کننده‌ای مبنی بر دستیابی گروه‌های مخالفان مسلح در سوریه به سلاح شیمیایی در دسترس نیست. پائولو سرجیو پینرو، رئیس کمیسیون بین المللی تحقیق در این باره گفت: دولت سوریه مقادیر بسیاری از سلاح شیمیایی در اختیار دارد. خطر بزرگ این است که این دولت از این سلاح‌ها برای سرکوب مخالفانش در کشور استفاده کند. همزمان این امکان نیز وجود دارد که مخالفان مسلح در سوریه نیز به سلاح شیمیایی دسترسی داشته باشند. این نگرانی اصلی ماست، اگرچه هنوز شواهد قانع کننده‌ای در مورد دستیابی این گروه‌ها به این سلاح‌ها در دسترس نداریم. پیشتر دولت‌های آمریکا و بریتانیا اعلام کرده بودند که به شواهد تازه‌ای مبنی بر استفاده نیروهای دولتی از سلاح شیمیایی دست یافتند، اما دولت بشار اسد استفاده از این سلاح‌ها را همواره تکذیب کرده است. گزارش کمیته حقوق بشر اتحادیه اروپا حاکی از آن است که طی 26 مه درگیری داخلی در سوریه دست کم 80,000 نفر کشته شدند.